درود بر شما و صبح شما بخیر بخش ورزشگاه و یک مهمان عزیزم در این بخش دارم از کرکت برد افغانستان تیم ملی کرکت افغانستان هم امروز به مصاف زنبابه میره در مسابقات پینجا آوره و یک مسابقه پینجا آوره دیگر که با امید پیروزی خب بخش ورزشگاه هست و تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا شد تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی پانزدهمین دور جام های آسیا البته پرتغال است پرتغال تیم ملی فوتسال پرتغال با شکست اسپانیا در وقت‌های اضافه توانست قهرمان اروپا شود فاینال جام ملت‌های فوتسال اروپا شنبه شب بین دو تیم پرتغال و اسپانیا برگزار و پرتغال با گلزنی در وقت‌های اضافه سه بر 2 به پیروزی رسید اسپانیا در چل ثانیه پایانی نتانست به گل برسه و پرتغال برای اولین بار در اروپا قهرمان فوتسال اروپا شد همچنین تیم ملی روسیه با پیروزی یک بر صفر مقابل قزاقستان مقام سیومی را کسب کرد و تیم ملی فوتسال ایران هم قهرمان آسیا شد تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نهایی پانزده دور جام ملت های آسیا با پیروزی چار بر در برابر جاپان با پیروزی رسید و برای دوازده بار قهرمان فوتسال آسیا شد به طرف سایت میریم امشب لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه یوونتوس در برابر تاتنهام ساعت دوازده و پانزده دقیقه امشب و بازل و منچستر سیتی دوازده و پانزده دقیقه به مسافه یک دیگر میرن فردا شب هم حساس ترین مسابقه این دور برگزار میشه که ریال مادرید در برابر پاریسان جرمن خواهد بود لیگ قهرمانان اروپا پس از دو ماه برگزار میشه امشب آقای فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان با ما در برنامه هستند. خوش آمدین آقای فرید هوتک به برنامه. خوش باشین تشکر با شما و تمام ها صبح خیر میگم. مسابقات سری ما را چگونه چل... بررسی کردیم؟ چگونه مسابقات است و ما تا اینجا چگونه ظاهر شدیم در این مسابقات؟ باز هم از هم اولتر با شما و تمام ها سلام های خود تقدیم میکنم صبح خیر میگم و همین قسم پیروزی در جام ازیبنگ بیستوره در برابر تیم زیمبابوه تیم ملي تاسو سره پرنده شو تبریک کوم تیم ملي کرکستان په میزباني افغانستان په زيمبابوي دو مسابقه په Bistora داشت در جامي ازيبون کې خوشبختانه اردو مسابقه را افغانستان برنده شد او او جام را افغانستان بلند نمود فعلا پنځه مسابقه پنځه ورځې بل ملي در جامي ازيبون اغاظ شوم د میړې د کشور په توګه دو مسابقه انجام شوم مسابقه اول را ټیم کشور برنده شد او د مسابقه دوم کې در کل اگر Bistora را موږ حساب کړو څلور مسابقه مشه د څلور مسابقه مسابقه څورم را زمبیا برنده مېشه او و نه هم خيل زيات ساه تلاش نه مودند اما درکردم چې درمقابل افغانستان پیروزی کار اسان نهست است تمام برنامه های خود است تمام تاکتیک های خود به طوری خيل جدی کار گرفتند تا دریک بازی در برابر افغانستان برنده شوه اما خوشبختانه در سه بازی افغانستان تا حال برنده شده در برابر زمبیا کې په نخسټین بار در تاریخ کرکت افغانستان افغانستان توانست که دباتدر مسابقات بس دوره در رینکینگ مقام هشتم را از خود کنه باز چندین کشورها پیش یدن تارکه شما یاداور شدید که این کار اسان نیست که در مدت بسیار کم افغانستان توانست از کشورهای خیل زیاد در رینکینگ بالا برود و همین قسم در مسابقات پنجداوره هم تا حال افغانستان خوب درخشیده و سه مسابقه دیگه هم میان افغانستان و زیمبابوی انجام میشه که مسابقه سوم امروز است و بعد مسابقه چهارم به تاریخ 16 فوریه و مسابقه پنجم با تاریخ 19 فوریه با میزبانی افغانستان انجام می شود بسیار خوب یکی از عزیزای ما نوشته بودن در صفحه فیسبوکشان گفته بود خدا دیگه زیمبابوی را از دست ما نجات بده و برنامه های بعدی برای مسابقات بعدی چی است با از تیم بزرگ البته که در مقابل تیم های قدرتمند مثل استرالیا، هند یا پاکستان در مقابل اینا بازی کنیم بالې تهل کې ایف ټی پی شوراې بل ملي کرکټ اعلان شو در ان ایف ټی پی په افغانستان مسابقات زیات نه دادہ شوېد بعد ازې کې ایف ټی پی نو دادہ میشه در ایف ټی پی افغانستان در پلان است په افغانستان اف مسابقات خېل زیات دادہ میشه اما قبل ازو کرکټ بورډ افغانستان سیاسي تلاش میکرد کې باز یو با یو د کشارها مسابقات داشته باشه اه، ما احمانند بنگلادش و کشورهای دیگه هم در پلان است که بعد ان ما از طریق رسانه ها با همتاران از خود شریک میسازیم و بعد از این تیم ملی افغانستان در راهیابی مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه که مسابقات در زیمبابوی انجام میشه میان ده کشور است و باز هم افغانستان در این مسابقات امروز زیمبابوی و کشورهای دیگه, دیگه در گروپ سه کشور دیگه مسابقات خطر انجاممته د لري مسابقات بهترین ټيمها به مسابقات دو بهترین ټيمها به مسابقات, مسابقات جام جهانی را پیدا میکره د دستاویز د 19 سال امثال چګونه بود در جام جهانی اقای او تک از ټیم ملي از ټیم 19 سال از ټیم 19 سال, سال. خیلی خوب سوینجان ټیم 19 سال افغانستان توواز که به ست بلمل تاریخ را جور کرا به افغانستان برای اولين تاریخ... بار یک ټیم افغانستان بله من برشمه برشمه با دا هوای جهونی را بلې درې مسابقات پيش از کی مسابقات اغاز شوه کوم جزار تفصیل مې ته بر شما کوم چې بینه هم اغازه قبل از کی مسابقات اغازه و ادارې کړې د بورډ افغانستان په بازيګران در کابل په مودت د دوه هفته کمپېټيشناتيان انجام دات دا انډور اکیډيمي اوبو هوای انډور اکیډيمي تاوري ساخته شوې ده چې په مثله نیوزیلند په خاطر از کی اوبو هوای افغانستان او نیوزیلند خېل متفاوته ده په خاطر ځینې فعلس او اوبو سارده ده زمصالحه ده درانجه هوا ګرمه ده بهار است بهمن خاطر دو افته د قابل تمرینات کولم بیا دویمین ټیم بود کې په وختار د نیوزیلند رسيدن تدرنجا کمپهټ تمریناتې خدرنجان ام جان نام درن ورهمې قسم ورته هم گفتم میتونم کې مسابقات تمرینات انجام ددان ټیم امادگی کامل داشت به مسابقات جام جهانی با آب او هوا بلادت کامل داشت با وخت او زمان بلادت کامل داشت و بخاطرين کې تقریبا 80 ساعت افغانستان او نیوزیلند تفاوت در در وقت به همون خاطر بازیکنان مکمل برادیت داشتند در گروپ افغانستان په نظر گروپ دي کې کشورای خيلي قویره شکست به مانند تیمی پاکستان تیمی سريلانکا ای دو تیم را افغانستان توانست شکست داده و از این طریق به مسابقه مسابقه کوارتر فینال را پیدا کرد در کوارتر فینال باز هم با یک تیم بسیار قوی جهان روبرو شد که تیم میزبان نیوزلند بود خوشبختانه که افغانستان در آن مسابقه هم نیوزیلند را شکست داد بله با تفاوت خیلی بالا افغانستان اصلا دی... تصور نمیشد که نیوزیلند میزبان را تفوت. با تفاوته شکاسته تفونس با تفاوته د 1 داس مو تاسو ته نوستمه چې نیوزلند مشر کاس د تیم د نړیواله استرالیا درمقابل افغانستان پیرو شو او با بعد په مقام سهوم مسابقات انجام وشي سهوم انجام انکه د دې مسابقه درجلان مسابقات پاکستان در صدر جدول قرار داشت به همان خاطر این مسابقه که در در وقت باران زیاد بود به خاطر باران این مسابقه انجام نشد فیصله قسم شد که بسط جهان پاکستان مقام سیم را به دست آورد و افغانستان مقام چهارم را بسیار خوب و چند بازیکن ما در آی پی امسال بازی خواهد کرد بله تا که بر شما معلوم است خوشبختانه که این بار باز هم در IPL بابو ځکون افغانستان چانس زده شده دا واقعا چې استعداد بابو ځکون افغانستان خېل ښه است موږيب ظاهر خان محمد نبي او رشيد خان دې څوار بازيکون افغانستان در IPL بازی مینواد او که شما قبلا هم دیدین بازیکنان ما خیلی خوب نتیجه داشت در مسابقات در لیگ های بیرونی باز هم ما امید داریم که بازیکنان ما بتونه در این مسابقات نمایندگی خوب را انجام بده با حضور بازیکنان ما در آی پی کرکت بورد افغانستان همچنان مفاد میبره یا خیر بله مفادش همین است که بازیکنان افغانستان در لیگ های برتر جهان اشتراک میکنه بازی مینمایت و از لحاظ مالی بله زیاد نه بسیار کم بسیار فیصدی بسیار پایین بله بسیار کم, کم. گفته اگان تا در هیچ می گفته اگان تا و همین قسم برطرف گفته میتونم که برای بازیکنان جوان خیلی مفید تمام میشه بازیکنان ما مثلا بازی تشویق میشه تشویق بازیکنان بازی دیگه ما بله برای بازیکنان یک فرصت خوب است که با بازیکنان خیلی مشهور جهان خیلی تجربه کار جهان روبرو میشن در آنجا مسابقات انجام میتن مسابقات خود را انجام میتن خیلی تجربه زیاد را به دست آورده میتونه سپاسمند شما آقای هتک و تشکر از حضور شما وقت خوش داشته باشین رفت برگشت داریم مریم ایمل در خدمت شما در بقی برنامه خواهد بود